سلام به همگی، برنامه نانگل سرخ مجله اجتماعی سیاسی که به زبانهای فارسی و انگلیسی پخش میشه روی کانال جدید رو میبینید. من مریم نمازیم. من فریبرز پویا هستم. در این برنامه این هفته ما در رابطه با کشتار نویسندگان و کاریکاتوریست های چارلی هبدو صحبت میکنیم و اینکه چرا انتقاد از مذهب یک حق پایه‌ای و یک ضرورت امروز. در این رابطه با بهرام سروش تحلیلگر سیاسی صحبت خواهیم کرد. در ضمن در اخبار شوکه‌آور این هفته در رابطه با شلاق زدن به یکی از آزاداندیشان عربستان سعودی به اسم رئیف بدوی خواهد بود و فتوای احمقانه این هفتمون هم از ترکیه است و در رابطه با خالکوبیه. کشتار 12 نفر از کارکنان مجله طنز چارلی هبدو را دنیا محکوم کرد، اما عده این ترور را نتیجه کاریکاتورهای محمد و تمسخر اسلام توسط این نشریه می‌دانند. واقعیت این است که چارلی هبدو همه مذاهب و قدرت‌ها را نقد می‌کرده است. سؤال این است که چرا اسلام و اسلامی‌ها باید حق و حقوق ویژه‌ای داشته باشند؟ آیا سکولاریست‌ها و آتئیست‌ها هم مستحق ابراز وجود و بیان نیستند؟ به نام احترام به مذهب با قربانی کردن آزادی بیان صحنه را در اختیار اسلامی‌ها قرار می‌دهند. امروز در دوره حضور داعش انتقاد به مذهب بیش از هر زمانی لازم و ضروری است. وقتی که به مسئله چارلی هبدو و واقعا قتلایی که صورت گرفت تو فرانسه نگاه میکنیم، میبینیم که خب خیلی ها همه این خشونت رو محکوم کردن به درستی، ولی خب بعضی ها میگفتن که چارلی هبدو مقصر تا حدودی به خاطر کاریکاتوری که از اسلام و محمد کشیده و اینکه به یه نوعی مجبور کرده اسلامی ها که بهش حمله کنن. من میخوام بگم که هیچ دلیلی بهانه‌ای نمیتونه قابل قبول باشه برای چنین کشتاری، و در ضمن یه حقی وجود داره. بالاخره شما حق مذهب دارین، ماهایی هم که بی مذهبیم حق انتقاد از مذهب داریم. دقیقا این فکر کنم هیچ کس به خاطر عقایدش و به خاطر ابراز عقایدش نباید سرکوب بشه، نباید جلوش گرفته بشه، نباید کشته بشه. با گلوله نمیشه کسی رو کشت، و این امروز فقط از تفنگ اسلامیست ها داره در میاد تو سراسر جهان، و خیلی اهمیت داره که این حق انسان پای تو قرن 21 این جدالی رو که وجود داره رو بهش جامعه باید پاسخ بشه. باید مثل تمام مذهب‌های دیگه هم هستن که دلشون میخواد این کارو کنه ولی جلوشون گرفته شده، اسلامیست ها هم باید جلوشون گرفته بشه. حق ندارن کسی رو به خاطر ابراز عقیدش به هر شکل و فرمی جلوشو بگیرن و بتونن و توانایی داشته باشن که کسی رو بتونن اینطوری بکشن. بعضیا میگن که خب بالاخره آزادی بیان یه جا، آزادی ابراز عقیده یه جا، ولی بالاخره یه محدودیتایی باید وجود داشته باشه. نباید توهین کرد به عقیده مردم، نباید توهین کرد به مذهبشون. بحث ولی اینه که ببین، آزادی بیان و ابراز عقیده باید بدون قید و شرط باشه، و بالاخره توهین یه چیزش سوبژکتیوه، یعنی یه چیزی برای یکی توهین آموزه، برای یکی دیگه خیلی خنده داره. نمیشه که اینو مبنا گذاشت و بر مبنای احساسات آدما یهویی همه انتقادات رو بست. بالاخره باید این آزاد باشه. یک کاری که به نظر من اسلامیست ها و جنرات اسلامی میکنن اینه که مردم مسلمون رو با کسایی رو که بهشون میگن مسلمونن رو میارن قاطی میکنن با خودشون، با عقایدشون. اینو نظرم دوتا اینو باید جدا کرد. به کسی نباید حمله کرد، احترام آدم ها رو باید داشت، کسی نباید تحت فشار گذاشت. اینا کاملا حرف درستیه، ولی این ربطی به عقاید نداره. عقاید انسان با خود انسان فرق میکنه دیگه، چون عقاید قابل تغییره. اونا رو باید حمله کرد، و به خصوص اسلام، به خاطر اینکه عقاید اسلام زن رو درجه دو میدونه. خب باید به این انتقاد کرد، باید اینو مسخره کرد. عقاید اسلامی میگه که باید برین سنگ بزنین به شیطان، هر کس باید برین کار کن. خب این قابل مسخره است، و سر اصلی این قضیه محمده. باید آدم ها اجازه داشته باشن که محمد و تمام عقاید اسلامی رو
انتقاد بکنن و این خیلی مهمه. و چیزی که واضح است اینه که خب شارلی هبدو یه نشریه که همه مذاهب رو از بیخ مسخره میکرد و سیاست مداران و کسایی که تو قدرتن. و میخوام بگم که چرا باید یک جایگاه ویژه‌ای برای اسلام قائل بشیم؟ به هیچ وجه. مثل هر عقیده باید بشه به طور قاطعانه و با سرسخت‌ترین نوع ازش انتقاد کرد، مسخرش کرد و به قول خود شما انتقاد از یک عقیده حق، حمله به یک انسان و مردم یه مسئله کاملا متفاوتی. این کاملا جداگانه و فکر کنم زیر بیان آزاد بی قید و شرط. این خیلی مهمه که بدون قید و شرط و بدون این محدودیتی آدم ها باید حرف بزنن، نشریه درارن، چاپ کنن و این جامعه بشری رو پیش ببره، سالم میکنه. محدود کردن و خفه کردن جامعه که مثل جنرات جامعه ایران، جامعه عربستان سعودی، جامعه سیاهی که پاکستان، افغانستان و شمال آفریقا اسلامی ها دارن درست میکنن و جامعه برای مردم. یعنی یه واقعیتی که وجود داره اینه که میدونین این ربطی به عقیده افراد نداره، به خاطر اینکه یه واقعیت اینه که این نوع سرکوبی که صورت میگیره چه توی کشورهای اسلام زده چه از سوی همین تروریستایی که 12 نفر رو کشتن، این در رابطه با کنترله و مذهب همیشه یه رابطه خیلی نزدیک با دولت و با کنترل جامعه داشته و به همین دلیل هم هست که نقدش اهمیت ویژه‌ای داره. حالا بریم سراغ یه مصاحبه‌ای با بهرام سروش و بعد برمیگردیم و این بحث رو ادامه میدیم. سلام بهرام سروش، خیلی خوش اومدین به برنامه ما. واقعا دلمون براتون تنگ شده و خوشحالیم که امروز پیش شما. منم همینطور. خیلی متشکرم که دعوت کردید. مرسی. می‌خواستم در رابطه با این حمله فجیعی که علیه یکی از هفته نامه‌های فرانسوی شارلی هبدو صورت گرفته باهاتون صحبت کنم. توی اخبار خب دلایل زیادی برای این حمله روش صحبت میشه. نظر شما چیه که اصل مطلب چیه؟ چرا این حمله صورت گرفت؟ خب این یکی از بخشی از حملاتی که جریان اسلام سیاسی اسلامیون کردن و اولین بار نیست که اینو میبینیم. خب این خیلی فجیعه، در ابعادش خیلی بزرگه. حتی سپر از این بود که مثل 11 سپتامبر فرانسه است از نظر تأثیری که گذاشته، شوکی که داده به اون جامعه و ابعادش. و در این حال اگه تو متن وسیع‌ترش نگاه بکنیم، یه جریان خشن اسلام سیاسیه که تروریسم اسلامی که هم تو کشورهای مثل ایران به شکل جمهوری اسلامی، در عراق، در افغانستان، حتی تو نیجریه ما شاهدش هستیم. در هر جایی که یک کشور اسلام زده است اونجا این جریان پا گرفته، دولت رو در دست داره در بعضی جاها و بعضی جاها به عنوان یک نیروی تروریستی مناطقی رو داره در اختیار خودش داره، مثل جریان داعش تو عراق و سوریه. و تو اروپا هم خب این جریان فعاله و مخصوصا جریان داعش رو نگاه بکنیم بهش، خیلی یک از اعضاش از اروپا اومده، اروپا و کشورهای اروپایی اومده بودن. و اگه از علتش رو بخوام صحبت بکنیم که چگونه این جریان به وجود اومده، خب باید برگردیم به 3 دهه پیش. ولی در مورد اروپا اگه بخوام صحبت بکنیم، سیاست‌های مشخص دولت‌های غربی آوانس دادن به جریان اسلامی، تشویق مذهب به ویژه مسئله اسلام، ساختن مساجد، ساختن مدارس مذهبی که به وفور اتفاق افتاده تو کشورهای اروپایی و اجازه دادن به تحت نام نسبیت فرهنگی که این فرهنگ خودشونه، مذهب خودشونه، بذارن یه مناطقی، یه گتوهایی برای خودشون داشته باشن، امامها رو مثلا از کشور دیگه وارد بکنن اونجا. ما حق نداریم چیزی در اونجا در اونا به اونا بگیم، حتی قوانین خودشون شرعی اینا رو داشته باشن. همه اینا رو نگاه بکنی، زمینه ساز رشد این جریان تروریستیه. بعضی میگن که خب خیلی ها میگن که این کشتاری که صورت گرفت قابل قبول نیست، اما میگن که شارلی هبدو با مسخره کردن، تمسخر کردن اسلام و محمد پیامبر اسلام، بالاخره این نتیجهش همین خواهد بود و میبود و بعضی میدونستن که نباید چنین کاری رو انجام میدادن. خب این حق هر کسیه، حق هر مجله‌ایه که بتونه
مسخره بکنه. مخصوصا این روزنامه اصلا برای مسخره کردنه، طنزه، دست انداختنه و فقط هم مذهب رو دست نمیندازه، سیاست مدارا رو دست میندازه، کسایی که تو قدرت هستن، راسیستا رو دست میندازه و از جمله اسلامیون رو دست میندازه که خیلی جا داره به دست انداختن، محمد رو دست میندازه، تمام این افکار و خرافه ها رو دست میندازه و این حق هر جریانیه، هر کسیه که این داشته باشه. اگه از آزادی بیان داریم صحبت کنیم، آزادی بیان باید شامل حق انتقاد از ایدئولوژی، دوگم، اعتقادات مذهبی، همه اینا رو باید در بر گیره. اگه در بر نگیره کاملا بیهوده و بیمورد خواهد بود. از این نظر کسی نمیتونه بگه که، یعنی اون کسایی که مخالف موافق جریانات اسلامی هستن بگن که خب چون شما نقد کردین اسلامو و مسخره کردین محمد و کل عقاید ما رو، ما ناراحت شدیم، ما حق داریم که حمله بکنیم. این کاملا پوچه، اینا همچین حقی ندارن و کل جوابی پاسخی که الان مثلا مردم فرانسه دارن میدن، مردم در سراسر اروپا و یه جریان جنبش همبستگی عظیمی که الان شکل گرفته داره میگه نه، ما قبول نمی کنیم این تحمیلی که از طرف شما و این جنبش باید واقعا جارو بشه. بعضی ها میگن که آزادی بیان خب خیلی آزادی مهمیه، آزادی ابراز عقیده، اما یه حدی داره، حدش نباید به جایی بره که توهین بشه به عقاید مردم و یا کسایی که براشون مقدسن مثل محمد مثلا بهش توهین بشه. نظر شما در این رابطه چیه؟ من فکر میکنم که آزادی بیان اتفاقا باید مواردی رو در بر بگیری که کسی ممکنه فکر کنه که بهش توهین شده، کسی که فکر کنه که با اون عقیده موافق نیست. اگه قرار بود همه مثل هم فکر بکنن، تو چیزی رو بگی که دیگری ناراحت نشه، خب آزادی بیان معنی نداشت، اصلا لازمش نداشتی. و دقیقا آزادی بیان مشخصا باید ببینی هر تغییری که تو جامعه هم به وجود اومده، اونجایی بوده که کسایی اومدن خواستن یه حرف جدیدی بزنن، یه تغییر رو بخوان ایجاد بکنن که ممکن اکثریت هم باش مخالف باشه. و اونجاست که اگه شما بگی که نه، تو باید حرفی رو بزنی که ما قبول داریم، یه گروهی بگه من فقط قبول دارم، خب دیگه عملا آزادی بیان بی‌معنیه. و در رابطه با مذهب مخصوصا ببینید، الان این به طور واقعی یه جنگیه، یه دعواییه، کسایی هستن که یه جریاناتی هستن که میگن که ما چون اعتقاد داریم به خدا، ما چون اعتقاد داریم به این مذهب معین، پس شما حق نداریم به ما حمله میکنیم. و یه بخشی از جامعه داره میگه که باشه، اوکی، شما عقایدت بر خودت محترمه ولی بر ما نیست. ما مثل مثلا در مورد فاشیسم یکی چی فکر میکنه، میگه خب یکی میتونه عقاید فاشیستی داشته باشه ولی بقیه هم میتونه بگن که ما اونو موافقش نیستیم و علیهش حمله بکنن و انتقاد بکنن ازش. بنابراین این موضع که ما چون مسئله مذهبه، ما یه حق ویژه باید داشته باشیم، کاملا پوچه. و متاسفانه این طوری بوده که چون مذهب همیشه بخشی از اون سیستم و ساختار سرکوب جامعه بوده و موقعیت ممتاز ویژه‌ای داشته، هنوز خیلی راحت خیلی‌ها میگن که احترام به مذهب و عقاید دیگران. بنظرم اینو با زیرش رو زد، گفت که ما به هر عقیده احترام نمیذاریم، ضرورتا به مذهب اعتقاد نمیذاریم. کسی میتونه خودش اعتقاد داشته باشه ولی من ضرورتا این کارو نمیکنم. صحبت از این بود که خودتون گفتین که مذهب یه نقش ویژه‌ای توی خود قدرت داره. خب بعضیا میگن که مهاجرین مسلمونی که مثلا اومدن تو اروپا، خب اسلام عملا تو قدرت نیست و به همین دلیل حمله علیه عقیده اسلام فرق میکنه با حمله علیه مسیحیت، به خاطر اینکه یه نوع نجات پرستی توش وجود داره وقتی که حمله میکنی به یه اقلیتی که مذهبش هم اقلیت محسوب میشه. ببینید، کسی که انتقاد میکنه به اسلام یا به مذهب معینی، انتقاد به آدم معینی نمیکنه، به دارنده اون عقیده، داره انتقاد میکنه به یه ایدئولوژی، به یه سیستم فکری داره میکنه. در رابطه مذهب هم دقیقا همینه. و اینکه این کسایی که به این اعتقاد دارن 10% جامعه باشن، 80% جامعه باشن، هیچ فرقی نمیکنه.
و ربطی هم به اینکه از کجا اومدن، رنگ پوستشون چطوری، ملیتی که بهش منتسب شدن چیه، هیچ ربطی به اون نداره. اتفاقا جریانات اسلامی که میخوان از خودشون دفاع بکنن این توجیهاتو پیش میکشن، بگن که حمله میکنیم به ما و راستی است. و بعضی از جریانات و لیبرال هایی که و جریانات چپی مثل که تو اروپا میشناسیم، جریانات ضد امپریالیست اروپایی، دقیقا با همین میان میگن که شما حمله نکنید به اینا، این کارتون امپریالیستیه، این حرفتون راسیستیه، نجات پرستانه است. در حالی که این هیچ رفتی به اون نداره. ما صحبتم از حمله به مسلمان ها نیست، به عنوان یک کسی که یه مسلمانی که یه اعتقادایی داره، این حق هر کسی که هر اعتقادی میخواد داشته باشه، ولی مهمتر از این اینه که حق هر کسی که اعتقاد مذهبی هم نداشته باشه و بتونه بیان بکنه. متاسفانه این بخش قضیه است که همیشه زیر پا گذاشته میشه. ولی در این حال صحبت نقد یه جریان، یه ایدئولوژی و در این حال یک جریان سیاسی مذهبی، و این خیلی مهمه. و کسایی که حمله کردن به شارلی ابدو در حقیقت بخشی از این جریان اسلام سیاسی هستن، جریان تروریسم اسلامی هستن، که این کاملا فرق داره با یه کسی که خودش تو خونه خودش خلوت خودش به خدا اعتقاد داره، هر چیزی دیگه، هر خرافه‌ای. به عنوان آخرین سوال، راه حل چیه؟ بعضیا میگن نباید مهاجر مسلمان دیگه وارد اروپا بشه، بعضیا میگن قرآن باید قدغن بشه، بعضی ها میگن خب این یه جواب سیاسی میخواد. نظر شما چیه؟ خب جریانات راست جامعه معمولا اینو میگن، میگن که جلوی مهاجرت رو باید گرفت. مسئله سرمون نیست، مسئله در مقابله کردن با یه جریان ارتجایی مذهبی سیاسیه. و اگه نگاه بکنیم، خب چه کسی میتونه جلوی اینا رو بگیره؟ اولا به نظر من خود دولت‌های غربی نقش مهمی داشتن در رشد و گسترش این جریان، حالا میگم چه از نظر تاریخی و چه با اون سیاستایی که تو غرب دنبال کردن، تو این همین خود این جوامع اروپایی مثلا دنبال کردن. خب یه راهش اینه که لطفاً از حمایت از این مدارس مذهبی، از کمک کردن به این نهادهای مذهبی دست بردارین. اولین قدم اینه که اینا رو بذارین کنار. دوم اینه که هر کسی رو به عنوان یک شهروند جامعه محسوب بکنین، نه اینکه اول بیاین بهشون تعریفشون کنیم به عنوان یک ملیت، یه مذهب معین. مثلا تو میارن تو آمار میگن که میلیون ها مسلمان تو این جامعه وجود داره، در حالی که خیلی از اون کسایی که اینا جزء مسلمانان حساب میکنن در حالی که ممکن آتئیست باشن، کاملا غیر مذهبی باشن. اینا رو بذارین کنار و دست بردارین از مماشات و کمک کردن به جریاناتی که مثلا توی جریانات اسلامی که طی این سالها کمک کردن دولت‌های غربی برای در مقابله با چپ و در مقابله آزادی خواهان. تا اونجایی که به خود کسایی که میتونه اینا شکست بدن، به نظر من جنبشی که الان شکل گرفته و وجود داره، تمام آزادی خواها، سکولارها، آزاداندیش ها، جریان چپ جامعه، این میتونه جلو اینو بگیره. الان حتی خواست دفاع از آزادی بدون قید شرط، دفاع از مدنیت، دفاع از تمدن و انسانیت دیگه رودوش چپ جامعه افتاده. به نظر من این تنها راه و تنها نیرویی که میتونه جلو اینا رو بگیره. خیلی ممنون بهرام. خواهش میکنم. امیدوارم از این مصاحبه خوشتون اومده باشه. یکی از نکات جالبی رو که توی چند روز گذشته توی دنیا اتفاق افتاده، مسئله عکس العمل مردم نسبت به این اتفاق بوده و چطوری تمام مردم در سراسر کشورها اومدن توی خیابونا، شمع روشن کردن در دفاع از چارلی هبدو، بر علیه تروریسم و در دفاع از حق بی قید شرط آزادی بیان. و خیلی ها
کاریکاتورا رو، چارلی هبدو رو، همینطور که ما هم توی امروز توی این برنامه هم گذاشتیم و نشون دادن و به عنوان یک حرکت اعتراضی به جنایت اسلامی. و این فکر کنم سنتیه که خیلی خوبه که توی دنیا این در واقع گسترش پیدا بکنه و این کمک میکنه در این. ولی فکر کنم کسایی هستن که مخالف این حرکت هستن، اینطوری فکر نمی‌کنی شما؟ 100%. یعنی به نظرم کسایی هستن که فکر میکنن انتقاد از اسلام حمله علیه مسلموناست یا بالاخره این بهانه‌شونه، به خاطر اینکه یه تعداد وسیعی هستن که تیفی هستن که فکر میکنن اسلام سیاسی یکیه با مردم مسلمان و مثلا جمهوری اسلامی از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، در حالی که مشکلشون اینه که اعتراضات و همه دعواهایی که توی جوامع مثل ایران، تو خود کسای بین مهاجرین توی مثلا اروپا داره صورت میگیرن نمیبینن. همه رو میچسبونن به یه قالب. مثلا میگن ایران که میگن منظورشون یعنی اسلامی. آره، آیت الله خامنه‌ای با تمام مردم ایرانی که مخالف آیت الله خامنه‌ای و خمینی و روحانی هستن اینا رو توی یه کاسه کردن. و به همین دلیل میگن که نژاد پرستی اگر علیه اسلام صحبت کنیم. ولی بحث ما اینه که داریم چارلی هبدو علیه مسیحیت حرف زد، علیه یهودیت حرف زد، باید بتونه علیه اسلام هم حرف بزنه، این یه حقه. و در ضمن این ربطی به نژاد پرستی و حمله به مردم مسلمان نداره. نقد مذهب درسته، نقد مذهب خیلی مهمه و باید قابل انتقاد باشه و هست و باید باشه و بعد گسترش پیدا کنه، یعنی نتیجهش باید این باشه. ولی در این حال جریانات راست هم هستن که توی اروپا به خصوص تلاش میکنن از این استفاده، از این قضیه استفاده کنن. اون سیاست قدیمیشون رو که حمله به مهاجرین رو تو همین پوشش این قضیه نشون میدن. و در واقع اسلامی ها و با راسیستا با هم کار میکنن. دو تا از هم چیز میگیرن، هم کمک میگیرن، انرژی میگیرن، یه دینگ دانگ بین هم میکنن و سعی میکنن که منافعشون رو پیش ببرن. یعنی چیزی که ما سعی کردیم و داریم سعی میکنیم نشون بدیم و فکر کنم خیلی از اون تظاهرات عظیمی که ما توی اروپا دیدیم داره نشون میده اینی که این یک حق و ربطی به حمله به مسلمونا و یا مهاجرین نداره و واقعا نوک تیز حمله ما باید همین جنبش اسلام سیاسی باشه که زندگی خیلی مردم دنیا رو، من جمله مسلمونا رو و کسایی که خودشون رو حتی مسلمون میدونن و واقعا زندگیشون رو سیاه کرده. در اخبار تکان دهنده این هفته اخبار رئیف بدوی، یک آزاداندیش از عربستان سعودیه که به خاطر نوشته‌هاش 10 سال محکوم به 10 سال زندانی شده و 1000 شلاق. و این جمعه گذشته دولت عربستان سعودی اولین 50 شلاق رو زد و بعد از هر نماز جمعه قرار این 50 تا 50 تا رو بزنه تا 1000 تا شلاق تمام بشه. واقعا چه حرکت وحشیانه این کار. واقعا وحشیانه. آره، ولی خیلی جالبه که زمانی که رئوف بدوی رو داشتن میوبردن آماده میکردن بیان برای شلاق زدنش، انگوشای خودش رو به عنوان علامت پیروزی بلند کرده و مقاومت خودش رو و علیه و مخالفت خودش رو در واقع نشون میده و این واقعا قابل ستایشه به نظر من. واقعا وقتی که یعنی توی میدیای اجتماعی وقتی روی کیس شارلی هبدو داشتیم صحبت میکردیم، چیزی که من گفتم اینه که همه مردمی که دارن میگن من شارلی هبدو هستم، در ضمن باید بگن من رئیف بدوی هستم، من سهیل عربی هستم، من رویه نوبخت هستم، من همه کسایی هستم که اجازه ندارم انتقاد کنم از مذهب، اجازه ندارم حرف دل خودم رو بزنم و با شلاق و سرکوب و زندان و اعدام و ترور مواجه میشم. به نظر من چارلی هبدو باید ادامه پیدا کنه، گسترش پیدا کنه. رئوف بدوی چارلی هبدو عربستان سعودیه، سهیل عربی چارلی هبدو ایرانه، رویان نوبخت هم همینطور. به نظر من این جنبش خیلی وسیعه در برابر نیروهای اسلامی و خیلی مهمه که این جنبه کاملا برجسته بشه و مردم دنیا ازش دفاع بکنه. یعنی یه واقعیت اینه که این اخبار آدم میشنوه بعد میبینه که دولت‌های غربی مماشات خودشونو دارن انجام میدن، این خیالشون نیست که آدما دارن اینجوری واقعا نابود میشن. و واقعا مهمه که ما
فشارامون رو روی این دو ولایی که رابطه نزدیکی با عربستان سعودی با دولت جمهوری اسلامی دارند و این فشارا رو ادامه بدیم. فتوای دیوانه دیوانه این هفته از ترکیه است. سازمان ماشین تولید فتوا از ترکیه اعلام کرده که کسایی که خالکوبی دارن یا باید اینا رو به شکل با پزشکی اینا رو بردارن و پاک بکنن و اگه نمیتونن باید برن توبه کنن و بگن که معذرت میخوام این کار رو ماشین تولید فتوا از ترکیه. ولی خب میدونم ما میخندیم ولی واقعا آدم نمیدونه چی بگه با این فتوای کلی آدم داره کشته میشه تو این دنیا از گرسنگی، از بیخونمانی، از همین کارهایی که خود مثل اردوغان و برادران اسلامیش دارن انجام میدن. بعد میان فتوا میدن در رابطه با کوچکترین چیز که اصلا ربطی به هیچ دولتی نداره، کی تاتو داره کی نداره. آره مسئله کنترله به شکل واقعی، به شکل جدی سیستم کنترله، ولی سیستم کنترل تو یه تضادش به خاطر این خیلی خنده داره و مسخره است، اینه که با واقعیت جامعه، با نسل جوان، با جامعه قرن 21 نمیخوره و خیلی احمقانه به نظر میاد و دیوانه دیوانه به نظر میاد. بعد واقعا اینطوری یکی چیزام گفته بودن در تو مو گفته بودن، نه گفته بودن چی گفته بودن در تو مو همین ماشین تو موامون 90 برداریم، موات 90 برداریم، ابروها رو ابروامون 90 برداریم. و آقای اردوغان خود رئیس جمهور ترکیه میگفت که گفته که نباید تاثیر از خارجی ها گرفت بگیری حرفا، ولی گفتن که منور، ولی آقای اردوغان خودش رو شو میزد. البته خودم توی مشکل برپیدا کنه با ماشین تولید دیوانه فتوا توی ترکیه. به هر حال برنامه امروز ما اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که از برنامه ما لذت برده باشین. نظرات خودتون رو درباره برنامه ما بفرستین، پیغام بذارین روی انسر ماشین ما و میتونین ویدیو کلیپ های خیلی کوتاهی رو برای ما بفرستین. ما حتما تلاش میکنیم که این برنامه صدای شما باشه و امیدوارم که از برنامه های ما خوشتون میاد و این رو جزی از در واقع دهان خودتون بدانین و بدین و تلاش کنین که بیاین از این پلتفرم استفاده بکنیم و نظراتونو بیان کنیم. یه خورده طولانی شد. به هر حال از طرف خودم هم میخواستم اولا از طرف برنامه‌مون بهتون تبریک بگم برای سال نو، چون این اولین برنامه‌مونه بعد از سال نو، و بهتون بگم که امیدوارم هفته خیلی خوبی داشته باشین و تا هفته آینده، تا بعد، و هممون هم چارلی هبدو هستیم، هم رایف بدوی هستیم، هم سعید سهیل عربی هستیم، هم خیلیا و نوبخت و رویا نوبخت.